سلام بر دوستان عزیز و سپاسگزارم از اینکه در این جلسه و گفتگو گفتار و بعد گفتگو شرکت میکنید و سپاسگزارم از مؤسسه توانا برای اینکه این فرصت رو در اختیار من گذاشتن برای اینکه درباره موضوعی که فکر میکنم اکثر ایرانیان در این دوره به شکلی با اون سر و کار دارن و با اون فکر میکنن صحبت کنن. در این جلسه و دو جلسه دیگر که در دو هفته آینده برگزار خواهد شد، من درباره فرهنگ سیاسی ما ایرانی ها صحبت خواهم کرد، به ویژه اون بخشی از فرهنگ سیاسی که به مسئله سیاست خارجی ارتباط داره. میدونین که در سالهای اخیر به هر حال مسئله سیاست خارجی تبدیل شده به یک مسئله مهم سیاست داخلی. البته کمابیش همیشه همینطور بوده و هست، در همه جا هم تا اندازه اینطور هست، ولی در ایران مسئله بحران هسته‌ای و تأثیری که بر سیاست و اقتصاد ایران گذاشته باعث شده که همه مردم به نوعی دنبال بکنن مسئله روی کرده ایران رو به مسئله هسته‌ای، به برنامه هسته‌ای و همینطور روی کرده جامعه بین الملل رو به این موضوع. و در کنار این موضوع تحولات بسیار مهمی هم در منطقه خاورمیانه در جریان هست، به ویژه بعد از 11 سپتامبر ما دو جنگ بزرگ داشتیم، یکی جنگ افغانستان و یکی هم جنگ عراق، و هر دوی اینها نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا در حقیقت وارد منطقه شدن، حضور نظامی داشتن و در پی اون بحران‌های بسیار زیادی در این دو کشور و همینطور کشورهای همجوار به وجود آمد و امروز هم کمابیش در یک منطقه‌ای به سر می‌بریم که از ناآرامی‌های نگران کننده رنج می‌بره، در سوریه، در عراق، در یمن و بقیه کشورها هم به هر حال به نوعی درگیر این بحران‌ها هستند، از جمله ایران. خب این همیشه این بحث ها موجب میشه که وقتی که بحث سیاست خارجی پیش میاد مردم احساس کنن که یک چیز بیگانه نیست و با زندگی روزمره شون ارتباط داره. اگر گرونی هست، اگر سختی و فشار اقتصادی هست، اینا به دلیل این سیاست خارجی است که یا جمهوری اسلامی داره یا سیاست خارجی است که کشورهای دیگه ذی نفوذ دارن و در وضعیت ایران تأثیر میگذاره. و در این میان اظهار نظرهایی که ممکنه اشخاص مختلف بکنن برای مردم باز اهمیت مضاعفی پیدا میکنه، به خاطر اینکه فکر میکنن اینها فقط اظهار نظر نیست و در زندگی اونها تأثیر میگذاره. من در 10 سال گذشته، حالا من قبلش که چند سالی در کار روزنامه نگاری بودم و در از سال 2000 که آمدم از ایران بیرون در 2 تا سازمان مطبوعاتی کار کردم، یکی بی بی سی و یکی هم رادیو فردا، ولی در 10 سال گذشته از سال 2005 در یک مؤسسه کار کردم که به اصطلاح آمریکایی ها بهش تینگ تنگ گفته میشه. تینگ تنگ رو در فارسی من به نظر من به اشتباه ترجمهش میکنن به اندیشکده یا خزانه اندیشه یا از اینجور چیزا، در حالی که اصلا گویا نیست و اصلا بیمعنیست کمابیش، یا اتاق فکر، اینا فکر میکنم تمامش بیمعناست کمابیش. تینگ تنگ یعنی مرکز مطالعات استراتژیک، این معنی تینگ تنگ، این اصطلاح تینگ تنگ یعنی مرکز مطالعات استراتژیک. مثل اینکه شما بخواید مثلا کلمه ساکر رو در انگلیسی که به مفهوم فوتباله به یه چیز دیگه ترجمه میکنید. خب درسته که آمریکایی‌ها به فوتبال میگن ساکر، ولی به این ولی باعث نمیشه که ما برای ساکر یک معادل دیگه غیر از فوتبال پیدا بکنیم. ما در ایران هم مرکز مطالعات استراتژیک داریم، اینجا هم به مراکز مطالعات استراتژیک میگن تینگ تنگ. تینگ تنگ در حقیقت یک اسم کلی است
برای مراکز مختلفی که در زمینه مسائل استراتژیک کار میکنن و تحقیق میکنن. خب در 10 سال گذشته من در واشنگتن اینستیتوت کار کردم و واشنگتن اینستیتوت یه جایی است که به طور تخصصی و اختصاصی در زمینه مسائل خاورمیانه کار میکنه. حالا من توضیح میدم راجع به تینک تنک ها و طبیعتا هم با تو این 10 سال هم با مسائل سیاست خارجی ایران خیلی سر و کله زدم و همینطور با سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران و در قبال خاورمیانه به طور کلی. بسیار نوشتم، خوندم، در جلسات مختلف شرکت کردم، صحبت کردم و فکر کردم که یه چیزی که خیلی بر من جالب بود این فاصله است که بین واقعیت این شهر، یعنی شهر واشنگتن به عنوان پایتخت آمریکا میگذره و اون تصوراتی که معمولاً در ایران نسبت به سیاست آمریکا وجود داره، نسبت به دولت آمریکا وجود داره، نسبت به تینگ تنگ ها یا این مراکز استراتژیک وجود داره. من هیچ موقع فراموش نمیکنم که مثلا وقتی من ایران بودم، وقتی میگفتن مثلا رادیو بی بی سی اینو گفت، ما فکر میکردیم یا خیلی ها فکر میکردن که حتما یک حساب کتابی هست که رادیو بی بی سی همچون حرفی میزنه، مثلا دولت انگلیس پشت سر این داستانه و حتما یک دستورالعملی به اینا شده که مثلا فلان حرفا بزنن یا فلان تحلیل رو بدن یا فلان خبر رو اول پخش بکنن. و بعد که خب تجربه من در بی بی سی آغاز شد، به فاصله عظیمی که بین اونچه در درون این نهادها میگذره و اون تصوراتی که مردم دارند یا بسیاری دارند پی بردم. وقتی هم که میگم مردم، منظورم افراد به اصطلاح عامی یا بی سواد یا کسانی که پیگیر نیستند به هیچ وجه نیست، منظورم حتی نخبگان سیاسی هم هست، اون کسانی که ما نخبگان سیاسی میگیم یا روزنامه نگار میگیم یا حتی استادان دانشگاه، لزوماً اینها تصورات واقع بینانه ای نسبت به جهان خارج ندارن و خب خیلی هم طبیعی هست. یک بخش عمدهش به دلیل اینکه اکثر اینها از ایران بیرون نیامدند. ما به طور کلی به ویژه در این 35 سال اخیر در یک حالت گسستی از جهان خارج و انزوای از جهان خارج به سر میبریم. یه بخشش هم برمیگرده به اون چیزی که من خواهم گفت در طول این جلسات، فرهنگ سیاسی ما که یک بخشش توطئه اندیشی است و یک بخشش توهمات بزرگ داشتن راجب خودمون و راجب دیگران و این اختصاصی به یک گروه سیاسی ویژه‌ای هم نداره. شما اگر به خود محمد رضا شاه پهلوی نگاه بکنین میبینین که محمد رضا شاه پهلوی چقدر تصورات توهم‌آمیزی راجع به جهان خارج داشته. در یکی از مصاحبه‌هاش میگه که این یهودی‌ها تمام مطبوعات دنیا رو اداره میکنن و کنترل میکنن مثلا. خب این یکی از توهماتی است که اگر شما با مطبوعات دنیا آشنا باشین میفهمین که به هیچ وجه معنا نداره و مبنا نداره. یا راجب خارجی ها، راجب آمریکایی ها یک قدرت هایی رو بهشون نسبت میداد که نداشتن، یک توقعاتی رو ازشون داشت که اینها قادر نبودن برآورده کنن. یعنی میخوام بگم که لزوماً اسلامگرایان یا طرفداران جمهوری اسلامی یا چپ ها یا راست ها نیستن که ممکنه تصور غیر واقعی داشته باشن از جهان خارج. حتی کسانی مثل محمد رضا شاه پهلوی که از بچگی در خارج تحصیل کرد و زندگی کرد و تمام عمرش هم با به نوعی با دولت‌های خارجی در مقام رئیس یک حکومت سر و کله می‌زد، اون هم تصور واقعی نداشت. و فراموش نکنیم که اینجاست اهمیت فرهنگ سیاسی و اینجاست که مهم ما نقد کنیم خودمون رو و تصوراتی که داریم راجع به خارج. یعنی این که ممکنه من بیام در واشنگتن، زبان انگلیسی هم یاد بگیرم، هر روز روزنامه ها رو هم بخونم، تلویزیون هم گوش کنم، همه حرفا رو هم بشنوم، منتها یک مفاهیم در ذهن من وجود داره که همه اینها رو فیلتر میکنه و به یک شکل خاصی من اینها رو میفهمم و اجازه نمیده که در حقیقت خارج از چارچوب ذهنیت اسطوره‌ای این جهان رو درک بکنم و این داده ها رو پردازش بکنم. بنابراین نقد اون تصورات اسطوره‌ای که ما داریم
یا نقد تصورات اصلی که فرهنگ سیاسی ما رو میشناسه یا بازنگریشون خیلی مهم هست برای اینکه ما رو واقع بین‌تر کنه. طبیعتاً مسئله نیست که آمریکا خوبه ایران بده، ایران خوبه آمریکا بده. مسئله اینه که ما خوب و بد رو هم باید پیش از داوری بشناسیم، موضوع رو، بازیگران سیاسی رو باید بدونیم که دولت آمریکا یا دولت‌های غربی چجوری کار میکنن، این ماشین دولت چجوری کار میکنه، کارکردش به چه شیوه هست، چه تفاوت‌هایی با هم دارن دولت‌ها، سازمان‌هایی که خارج از دولت هستن چگونه کار میکنن، چگونه نقش میگذارن و چگونه اثرگذار هستن، نه بیش از اون چه که هستن و نه کمتر از اون که هستند از اونها توقع داشته باشیم و در مورد قدرتشون سخن بگیم. بنابراین این سه جلسه که من صحبت میکنم قرار نیست که یک بحث آکادمیک در مورد فرهنگ سیاسی و سیاست خارجی انجام بدم. من به عنوان یک فردی که داره در این زمینه کار میکنه، یعنی یک فردی که در زمینه سیاست خارجی ایران و سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران و خاورمیانه داره کار میکنه، کار میکنه یعنی کار رسمی فول تایم من روزی 8 ساعت و گاهی بیشتر اندیشیدن و فکر کردن و خوندن و شنیدن در این باره هست. به عنوان کسی که داره کار میکنه، من در این سه جلسه هم از تجربه خودم خواهم گفت، هم از اون چیزی که خودم شناختم و فهمیدم و دیدم و در حقیقت برداشت دست اول من از این شهر، ماشین دولت، مکانیزم دولت و همینطور تینگ تنگ هاست و همینطور یک سری نکته هایی که حالا تاریخی هن و نظری هن و میتونه کمک بکنه به این که خب در این شرایط حساس که البته شرایط ما در ایران همیشه هست، ما همیشه در شرایط حساس کنونی به سر میبردیم، ولی به هر حال مسئله خاورمیانه، منطقه خاورمیانه داره به سمت بحران‌های پیشبینی ناپذیری داره جلو میره و خیلی مهم هست که ما درک درستی داشته باشیم از اینکه دولت ما داره چه کار میکنه و دولت‌های دیگه چگونه دارن عمل میکنن و چگونه ما میتونیم درکمون رو بیشتر و بیشتر واقع بینانه کنیم. در آغاز این بحث من سعی میکنم که یک توضیح مختصری بدم در مورد تینگ تنگ ها در آمریکا. در حقیقت این گفتار نخست ما عنوان کلیش از فرهنگ سیاسی جامعه و حکومت، ولی اجازه میخوام که یک عنوان مقدمه در حقیقت راجع به بنیادهای مطالعات استراتژیک در آمریکا به ویژه چند کلمه بگم و شاید برای کسانی که با این پدیده آشنا نیستن یا اینکه آشنا هستن چیزای جسته گریخته خوندن و دوست دارن بیشتر بدونن براشون جالب باشه. من تا حالا خودم نمیشناسم کسی رو که در تینگ تنک کار کرده باشه، یه ایرانی رو که در تینگ تنک کار کرده باشه و به زبان فارسی راجع به این موضوع نوشته باشه یا صحبت کرده باشه. به همین دلیل گفتم که شاید توضیحات من برای شما سودمند باشه. در این حال اگر پرسشی هم داشته باشید در پایان این بخش من با کمال میل میشنوم و سعی میکنم پاسخ بدم. همونطور که گفتم تینگ تنگ از نظر لغتی یعنی اینکه از نظر لغوی یعنی که خزانه یا اون ظرف اندیشیدن یا فکر کردن، اتاق فکر، خزانه اندیشه، اندیشکده. ولی این ترجمه ها بی خودی است، ترجمهش میشه مرکز مطالعات استراتژیک به طور کلی، یعنی مجموعه سازمان هایی که در زمینه مطالعات استراتژیک کار میکنن. اینا یک نهادهای پژوهشی هستند که بر مطالعات استراتژیک تمرکز دارن در زمینه‌های مختلف، از محیط زیست گرفته تا سیاست خارجی، اقتصاد و مسائل گوناگون، و هدفشون این هست، یعنی منطق تأسیس این مؤسسات این هست که دولت به عنوان تصمیم گیرنده اصلی یا پارلمان، حالا در آمریکا ما دو تا مجلس سنا و مجلس نمایندگان داریم که به هر دوشون کنگره گفته میشه، یعنی ترکیبشون کنگره گفته میشه، اعضای کنگره یا اعضای دولت مدام باید تصمیم بگیرن. یعنی مثلا خود رئیس جمهور به طور متوسط روزانه 17 تصمیم مهم باید بگیره. خب طبیعی است که این تصمیمات مهم
اگر بخوان درست باشن باید یک افرادی برای این تصمیم ها قبلا فکر کرده باشن، قبلا تحقیق کرده باشن. دولت خودش یک مجموعه عظیمی از افراد و نهادهایی داره که براش فکر میکنن، تو محققینی داره، متخصصینی داره که کار میکنن. اما با وجود اینکه این افراد در درون دولت هستن، یعنی دولت یه بخشیش آدمایی رو داره که یا مؤسساتی داره یا بخشهایی داره در درون هر وزارتخونه یا نهاد دولتی که داره فکر میکنه برای این سیاستگذاری ها، اما در درجه اول اینها دولتی هن، بنابراین نمیتونن خارج از چارچوب دولت فکر کنن، و ثانیاً اینها محدودند و نمیتونن، زمان زیادی ندارن، امکانات زیادی ندارن، امکاناتشون هم محدوده، و ثالثاً این خطر همیشه وجود داره که تحقیقاتی که اونا میکنن خیلی جهتگیر باشه. یعنی چی؟ یعنی که به جای اینکه تحقیق کنن که چه کاری درسته و چه کاری درست نیست، بیشتر در صدد توجیه تصمیم‌های دولت بر بیان تا در جهت تصحیح و تعمیق اون تصمیم گیری ها. به همین دلیل هست که از اوائل قرن بیستم در آمریکا نیاز به تشکیل مؤسساتی که خارج از دولت باشند و تحقیق کنند و فکر کنند در مورد سیاست گذاری ها به وجود آمد. شاید قدیمی ترین اینها مؤسسه کارنگی باشه که اینجا من عکسش رو گذاشتم، که در حقیقت میشه گفت که اولین تینک تنکی است که در آمریکا حدود دهه 1920 چند به وجود آمده و در دهه 20 میلادی قرن گذشته. این و بعد همینطور مؤسسات بسیار زیادی در آمریکا به وجود آمد و الان شاید مثلا بیش از مثلا 100 تا از این مؤسسات باشه که در واشنگتن یا در نیویورک یا در جاهای دیگه مثل کالیفرنیا مشغول هستن، که در سطح کلان کار میکنن، یعنی نه در سطح ایالتی بلکه در سطح دولت ملی یا دولت فدرال کار میکنن. بعد خود دولت هم اومد یه سری مراکزی رو درست کرد که این مراکز رسما دولتی نیستن ولی بودجهشون دولتی است، مثل مثلا بنیاد صلح آمریکا، مؤسسه صلح آمریکا. این وقتی ما از مرکز مطالعات استراتژیک صحبت میکنیم، در حقیقت داریم از یک مجموعه عظیم با تنوع زیاد صحبت میکنیم. همونطور که گفتم بعضی از اینها بودجهشون کاملا از طرف دولت میاد، بعضی از اینها پارتیزان هستن، یعنی احزاب، دو تا حزب مهم آمریکا اینا رو تأسیس کردن، مثلا حزب جمهوری خواه برای خودش تینگ تنک های خودشو داره، حزب دموکرات تینگ تنک های خودشو داره که بودجه هاشون هم از اون احزاب میاد، یا بودجه هاشون از کسانی میاد که به نوعی تأمین کننده مالی اون احزاب هستن، شرکت های بزرگ یا مثلا سرمایه گذاران بزرگ در آمریکا. برخی از این مؤسسات هستن که بودجه هاشون نه از دولت میاد نه از احزاب میاد و در نتیجه هم غیر انتفاعی، هم غیر دولتی هن، هم غیر انتفاعی هن و هم غیر حزبی، یعنی نان پارتیزان، نان گاورمنت و نان پروفیت. خب در آمریکا مثل بسیار از کشورهای دیگه، در ایران هم همینطوره. البته در ایران کلمه غیر انتفاعی رو جمهوری اسلامی مثل بسیار از مفاهیم دیگه مقشوش کرده. وقتی میگن مدرسه غیر انتفاعی، یعنی مدرسه که از شما پول میگیره، یعنی مدرسه غیر، در حقیقت مدرسه انتفاعیه. ولی مفهوم غیر انتفاعی در آمریکا و در غرب یعنی مؤسساتی که در خدمت عموم مردم هستند و در نتیجه پولی که در میارند برای هزینه هاشون استفاده میشه، نه برای درآمدزایی برای اشخاص خاص یا شرکت های خاص. به عبارت دیگه هدف این مؤسسات کسب درآمد نیست، بلکه پولی که میگیرن یا کسب میکنن برای
در خدمت اون هدفی است که اون هدف هم یک هدف عمومی است و هدف خصوصی نیست. مثلا در آمریکا کلیساها همه غیر انتفاعی هست. شما اگر به کلیسا اگر کمک بکنید، شما میتونید از معافیت مالیاتی برخوردار باشید. یا مؤسسات عظیمی که مثلا برای مبارزه با سرطان، مبارزه با بیماری‌های مختلف، برای پژوهش‌های مختلف، برای فرض بکنید محیط زیست، شما میتونید برای منظورهای مختلف مؤسسات غیر انتفاعی تأسیس بکنید و شرایط خاصی داره، خیلی راحت نیست، یعنی هم ثبتش یه مقدار زمان میبره و هم از اون طرف هم اداره مالیات یک نظارت خیلی ویژه‌ای داره برای مؤسسات غیر انتفاعی. ولی اگر شما مثلا شما در آمریکا معمولا بعد یه چیزی حدود 40% درآمدتون رو به طور متوسط باید مالیات بدید، بین 30 تا 40%. خب این 30-40% از جیب شما خواهد رفت، به هر حال از جیب شما خواهد رفت، یعنی شما باید این مالیات رو پرداخت بکنید. ولی شما میتونید یه بخشی از این پول رو به جای اینکه به دولت به عنوان مالیات بدین و در حقیقت به دولت واگذار کنین که چگونه این پول رو صرف میکنه، شما میتونین خودتون تصمیم بگیرین که چجوری این پول صرف بشه، از راه این که به مراکز غیر انتفاعی که شما بهش علاقه دارین پول بدین. مثلا شما با علاقه دارین به بیماران سرطانی یا به کودکانی که از مثلا فلج اطفال رنج میبرن کمک کنین، یا به پیشبرد مثلا مسئله محیط زیست، حفظ محیط زیست کمک کنید. شما به این موضوع علاقه مندید و ترجیح میدید که مالیاتتون بیشتر در این زمینه صرف بشه. این آزادی رو دارین در آمریکا و در اروپا که برین خودتون مستقیما به اونا پول بدین و بعد مدارکتون رو به اداره مالیات بدین و از مالیات شما در حقیقت کم میشه. این آزادی رو دولت به شما میده. چرا؟ چون منطقش اینه که اون مؤسسات هم مثل دولت در خدمت عموم هستند. راستی این همه اپلیکیشن چیه روی موبایلت داری؟ آره، تازگی ها میگردم، چیز میزای مجانی رو نصب میکنم. یکی دیروز پیدا کردم بوق تریلی میزنه، خیلی باله. حالا گذشته از این که این اپلیکیشن ها جا میگیرن و ممکنه تلفنت رو کند کنن، تو که نمیدونی طرف چرا این اپلیکیشن رو نوشته. خیلی از این اپلیکیشن ها به شماره تلفن ها و پیغام هات دسترسی دارن. تواناتک تازگی چند تا گزارش داد درباره این موضوع. ای بابا، من نمیدونستم. بعد از شام همه رو میریزم بیرون. آره، چیزهایی رو نگه دار که حتما لازمشون داری و بهشون اعتماد داری. پیش از نصب یک اپلیکیشن رایگان که چندان نیازی به آن ندارید، به این نکته توجه کنید که نویسنده این نرم افزار ممکن است اهداف ناگفته‌ای داشته باشد که به ضرر شما تمام شود. اگر می‌خواهید در این باره بیشتر بدانید یا پرسش خودتان را با ما در میان بگذارید، به وبسایت تواناتک یا فیسبوک، توییتر و گوگل پلاس تواناتک مراجعه کنید.